سلام و برنامه امشب خوش آمدید در این برنامه مهمانی دارم که زمان لباس نارنجی می پوشد و با آن پیکارهای انتخاباتیش را آغاز می کند و زمان هم لباس معتادین پوشیده و هشت شبانه روز در زیر پل سوخته با معتادین در مورد دلایل اعتیادشان گپ میزند. او ادبیات انگلیسی را در افغانستان و قانونگذاری پالیسی سازی و تدوین استراتژی را در مصر خوانده و میگوید مدیریت انکشاف دهات را هم در ژاپن و مدیریت و رهبری را نیز در پولند فرا گرفته این چهره در های متفاوت در دولت افغانستان کار،, کار, کرده و مدت هم در سفارت آمریکا. او حالا نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. همانه که میگوید آمده تا لبخند دوباره به لبان مردمان افغانستان برگرداند آقای عنایت الله حفیظ آقای حفیظ به برنامه بسیار خوش آمدین تشکر شما هفت ماه و 24 روز پیش گفتن که 97 فیصد مردم افغانستان با شماست منظورتان چی است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیونی تلو و زین و تلونیوز نیوز 97 فیصد از ای که با ما هست ما در جمع 97 فیصد مردم افغانستان قرار داریم ما برخواسته از بین مردم محروم و قشن مزنوم افغانستان هستیم آنهایی که همیشه دردها و رنجها را در افغانستان متحمل شده و در زیر خط فقر زندگی می کنند ولی دو تا مسئله متفاوت است شما در جمعی 97 فیصد هستین یا که بگیم 97 فیصد با ماست این دو مسئله متفاوت خب این ما اگر پیام خود را سنده بتانیم و طرح و استراتژی خود را برای 97 فیصد مردم افغانستان رسانده بتانیم اینا هم با ما هست و ما با از اینا هستیم وقتی ما با از اینا بودیم اینا هم با ما هست درست ولی شما در همون مصاحبه میگین که نگران نیستم که پول ندارم مطرح نیستم ها در کنار من هستن اما مردم با ما هستن سوالی که مطرح میشه است که واقعا چند فیصد مردم شما را میشناسن خب تا یک حد را که در جایی که رسانه های مثل تلویزیونی و زین شما امشب برنامه های ما را میبینه اونا میشناسه و در جاهایی هم که تلویزیون در اکثریت جاهای افغانستان که نداشته ما ده روز گذشته در تور دوردست افغانستان مسافرت کردیم بلد. بنان تا جایی که ما را میشناسه و از برنامه های ما خبر خواهد داشت و اونا میدوار هستم که اعتماد از اونها را جلب بیتند درست از برنامه ها بیاد کرده آقای حفیظ چرا مردم به شما رایبتند؟ به خاطر که ما دردهای مردم افغانستان شناسایی کردیم در طول 12 سال ما تحقیق کردیم از 2008 به این طرف تحقیق کردیم مشکلات چالش های مردم افغانستان را دریافت کردیم و برای هر مشکل و چالش افغانستان یک راهکار را ما ترتیب کردیم و تا حد نهایی را تلاش کردیم تا یک راهکار عملی و یک راهکار را که ما بتانیم در پنج سال آینده افغانستان اونا را امی چالش را برطرف کنیم و یک تعداد چالش ها امکان داره در پنج سال مرفوع نشوه اونو او چالش ها را ما حد اقل رای حلش پیدا میکنیم که در پنج سال قسمتی از او چالش ها حل کنی و قسمتی دیگه ایش برای پنج سال آینده درست ولی در 26 جدی 97 شما گفتین که منشور نجات افغانستان آماده کردن سه سال بالاش کار کردن حالا رقم بالاتر از 11 نه. سال ما ما سه سال صرف بخاطر از صرف به خاطر ترتیب ازی ما تحقیقات خود از 2008 به طرف شروع کرده بودیم درست شناسایی چالش از اون طرف سه سال ایره بعد به ای یک منشور یا به یک استراتژی تبدیل کردیم بسیار خوب حالا میایم روی همو آسیب شناسی و شناخت چالش ها ماجرای 61 چالش چطور 161 البته شما در مصاحبهتان با تلویزیون اشتماع... میگین 61 چالش و منشور نجات افغانستان 161 ماده داره همین خوب شد واضح ساختن چون خود شما میگین 61 چالش ماجرای 161 چالش چی است ما اول که امی به فکر افتیدیم وقتی از 2008 به این طرف افغانستان به طرف یک بحران جدید در حرکت بود که امروز ما او بحران شاهدش هستیم از او روز در فکر مفتید که چرا افغانستان همیشه یک مدت را را سپری کرده باز به با یک بحران کلان و جدی مواجه شده و جنگ های داخلی، جنگ های خانمانسوز، جنگ های تنظیمی و حتی جنگ های فرقی و قومی در افغانستان با وجود آمده چرا دلیلش چی است ما شناس و دنبال ازی شدیم که همین مرض را پیدا بکنیم بنان چالش های متعدد را پیدا کردیم یک تعدادش باعث ازی شده که جنگ ها ادامه پیدا بکنه و یک تعداد ازی باعث شده که مردم ما در فقر فرهنگی و اقتصادی زندگی کنه و یک تعدادش هم باعث شده که یک تعداد از مردم افغانستان اجیری بیگانه ها شما درست از میان همه اینها ها نه سد و شست یک شش چالش عمده افغانستان را بگن چالش عمده افغانستان فعلا نامنی است درست دوم مواد مخدر است بله سوم بیکاری هست درست چارومش عدم استفاده درست از امکانات طبیعی است درست پنجومش افراد گرایی است و دیگه هم چیزی را که ما در اونجا چی کردیم امکان داره از 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 او چالش مهم درش میخوایم بیاد خود بیارم اون که چالش دیگه شم امی است که مردم افغانستان بعضا غیرت را با جهالت اشتباه گرفته مخصوصا سیاسی نه مردم افغانستان درست درست بارها صحبت کردین از این منشور منشور نجات افغانستان بله خدمت شما بسیار خب من میرم میخواستم بپرسم که همین منشور 161 ماده داره کجاست حالا آوردنش بله چرا تکثیر نشده؟ من امروز جستجو میکردم که دقل نسخه نرم این منشور را در اینترنت پیدا بکنم ولی نتانستم پیدا بکنم چرا تکثیر نکردم؟ ما میخواستیم این رو چاپ بکنیم و ما متاسفانه که مصرف چاپش پیدا نتانستیم ولی انترنت که به هزینه و در انترنت هم امشالله زودی سبا یا پس فردا شما میتونید ببینید بسا یک نرم افزار را یک از موسسا جور کرده ما میخواستیم در اولین بار در دا داخل از اون نرم افزار که در دسترس مردم آسانتر برسه و قابل ایدید نباشه که بعضی کسایی را تغییر نده و یا کاپی پی دی در خدمت مردم خواهد قرار بسیار خوب روی آن چک شما فهرست کردین با عنوان چالش ها مفصل صحبت خواهیم کرد ولی در بحث امنیت و صلح شما عضو لوی جرگه پیمان امنیتی با آمریکا هم بودین مسئول کمیته 18 سخنرانی هم کردین در جلسه عمومی لوی جرگه امضای پیمان امنیتی با آمریکا آیا یک تصمیم درست بود؟ بله بچه دلیل دلیلی است که ما امروز امریکا یکی از بر قدرت های دنیا هست و شاید اولین قدرت دنیا هست دوم امریکا در اینجا به خاطر از این آمده که با ما بجنگه و به خاطر از یک هدف بزرگ آمده مبارزه علیه تروریسم و ما مردم افغانستان و کشور افغانستان قربانی تروریسم هستیم پس شریکی بهتر و خوبتر از امریکا در در دنیا ما نمیتونیم جهت مبارزه علیه تروریسم پیدا کنیم درست ولی امضای پیمان امنیتی با آمریکا از دید شما برای افغانستان چه آورد از سال 1393 تا حال این برمیگرده به دولت مردای افغانستان پیمان امنیتی که موادش مکمل در ذهنیم نیست اما کلیاتش در ذهنیم هست پیمان امنیتی که افغانستان با آمریکا بسته کرده یک پیمان مناسب خوب است اما امروز ما به قد گفته میتونیم که وزیر داخلی افغانستان شاید نفهمه که پیمان امنیتی موادش چی هست کسایی که در شورای امنیت افغانستان کار میکنه و کسایی که در وزارت دفاع در بخشایی که تطبیق کنندی از این پیمان است نفهمه که پیمان کجا هست چی هست مفاد از درست پس شما میگن هیچ عیب در پیمان وجود نداشته شما در جای میگن که پیمان امنیتی و استراتژیک جاپان با امریکا هم شما طالع کردن رشته شما استراتژی سازی هست در مصر تحصیل کردن اگر از شما بپرسیم که همی پیمان چه داشت و چه نداشت پیمان چیزی را که بسیار مهم بود اونجا خب پایگاه های نظامی آمریکا در داخل افغانستان در هشت موقعیتی که در داخل افغانستان اومده نظر گرفته شده بود او در جاهایی که زیاد این مردم را متضرر نسازه و برای مبارزه علیه تروریسم مفید باشه. در اونجا حتی تایی دو پیمان گنجانده شده که اگر پایگاه امریکایی بالای یک معدن باشه اجازه داده نشود و منابع طبیعی را اگر متضرر ساخته شود بسازه اونجا اجازه داده نشود بنان حتی به این اندازه زرافت در جابجایی پایگاه ها مد نظر گرفته شده و حتی وقتی این پیمان امضا میشد مردم بامیان و مردم مناطق مرکزی یک 186 نفر امضا کردند که یکی از پایگاه های نظامی امریکا در بامیان تاسیس شود اونا با این خود ششته بود اکثریت استادای دانشگاه دانشمندا علما آدمای روشن فکری بودند که اونا فوایدی از این پایگاه را شناسایی کرده بود که یک چنین پیشنهادی داده بود که او سرف امریکا یا قبول نشد و او ای در مواد اصلی پیمان نامد من حیث یک مطرح شد بنان این پیمان کدام ضرر خاصی بر مردم افغانستان نداره به خاطر ما نیاز داریم با پیمان درست پس ما یک بار دیگر تاکید میکنیم بله. که خود پیمان عیب نداشت خب یه چیزی به عیب در دنیا پیدا نمیشه چیزی که بشر با ساخته باشه قطعا عیب داره اما به نفع مردم افغانستان است درست در مورد گفتگاه صلح امریکا با طالبان که لغو شد ترامپ منسوخ شده اعلام کردین گفتگاه را آیا با باور شما باید اثر گرفته شو؟ ما چندین بار شاید از طریق تلویزیون شما در, در مصاحبه خود گفته باشم اما چند، چندین بار را تاکید کردیم که این دولت افغانستان دولت کنونی که خلاف قانون اساسی خلاف اراده ای مردم به وجود آمده و وقت و یادش هم گذشته چی مطابق قانون اساسی که نبوده باز هم اون پنج سالش گذشته ما و این دولت نمیتونه پیمان صلح و پیمان جنگ بسته بکنه یا امضا بکنه بنان دولت دیگی ای که حکومت دیگه ای که با وجود می آید رئیس جمهور منتخبی که با از به با اساس اراده مردم مطابق قانون اساسی او انتخاب میشه و دولت تشکیل میشه و حکومت تشکیل میشه بنان اونا من حیث نماینده واقعی مردم افغانستان میتونه که مذاکرات صلح پیش ببره و تا این حد را که آقای خلیلزاد و از طرف ایالات متحده امریکا تا یک حد را که رسانده میتونه بعد از او ادامه از کار باشه یا مذاکرات را بسر ولی پرسش همین است که آیا گفتگوهای امریکا با طالبان به همون که جریان داشت ما را به صلح می رسند؟ خب به از, از اینکه ما در جریان از این مذاکرات نبودیم بنان ما دو سه بارم در تلویزیون ها و هم در صفحه فیسبوک خودم خواستار از شدیم که ما من یک شهروند افغانستان و من یک کاندید ریاست جمهوری باید از جریان مذاکرات و از پیشرفت مذاکرات با خبر باشیم و چندین بارم میخواستیم با آقای خلیلزاد دیدار داشته باشیم که جریان با خبر شاییم آقای خلیلزاد خب اکثرا نبود ایوان شب که می آمد فرداش پس می رفت. و ما وقتی میتونیم قضاوت درست راجع به گفتگوهای صلح و پیشرفت صلح بکنیم که جریان را بفهمیم پس ما فعلا شده قسمت در <applause> همان قدر که میدانستین مسیر که پیموده می شد از امریکا آیا همون مسیری بود که منتهی شد به صلح یا نه؟ البته خب چالش های خود داشت مثلا طالب هایی که در قطر بود ما ایرم واضح روشن بیان کردیم قبل از و عالم میگم که طالب های در قطر بود حاکمیتی بالای طالب های افغانستان نداشت مثلا ملا رسول یک شاخه ای از طالب هاست <applause> همچنان نقیب یک شاخه ای از طالب هست گروپ های تروریستی دیگه مثل حقانی و جند <applause> و چند گروه های دیگه هست مردم افغانستان دنبال از این نیست که یک چند تا بیاید در بدن حکومت افغانستان یا صلح صورت بگیرد مردم تشنه قطع جنگ است صلح به معنی واقعی او است اگر اونها بیاید آیا امی دولت افغانستان این می افتاد اشتاد هزار نفر تروریستی در تمام جای هست و طالب هایی که وجود داره ظرفیت جذب از را داره اینا اردو شده نمیتونه دهقان شده نمیتونه نجار شده نمیتونه هیچ چیزی شده نمیتونه پس حتی فعلا حکومت فعلی ظرفیت جذب ماستر و دکتر نداره ماستر و دکتر میره در دریاهای یونان و در, در, در دریاهای استرالیا غرق میشه درست در در بازارها و های اروپا سرگردان میگرده آیا او طالب‌های جنگجو را میتونه جذب بکنه ما قبل از ای که دنبال یک صلح واقعی میریم ما زمینه جذب می 80000 نیرو یا 70000 نیرو یا 50 هزار نیرو زمینه جذب از فراهم بکنیم آوردن از اینا اگر اینا در داخل اردو شود خب نتیجه چی است اونها اکثریت از اینا یا در داخل کشور یا در خارج از خب پس چه میخواین بگید بله همین که صلح با طالبان ما را به صلح واقعی نمیرسونه به بله. است بله پس اینا را که وقتی توانمندی جذب زیر نداشتی اینا میره به دایش میپیونده اینا میره با حقانی میپیونده طالب ها در این حاله که نسبت به داعش و حقانی درست. و گروه‌های های توریستی دیگه اینا میانه روتر است و یکی از دلایل میانه روی از اینا است که طالب ها دنبال حاکمیت است هر کسی که در یک سرزمین دنبال حاکمیت باشه او ظلمش کم در است درست. اما داعش دنبال حاکمیت نیست بله. آقای حفیظ به شناسی که شما دارین طالبان و باور شما چند درصد در ناامنی افغانستان سهم دارن؟ درصدی از این اگر ما بسنجیم شاید سی درصد و با باقی مانده چگونه؟ باقی مانده نامنی افغانستان, جنگای افغانستان جنگای جنگ های افغانستان جنگ مافیایی مخصوصا جنگی تریاک است درست؟ جنگی مواد مخدر است مافیای مواد مخدر در رأس جنگ قرار داره اینا به خاطر که بزنس مواد مخدر همیشه در سایه جنگ جریان داره اینا رونق بزنس مواد مخدر در سایه جنگ است جنگ نباشه بزنس مواد مخدر نیست کوکنار کش نمیشه دولت مختدر با... دولت باشه زر کوکنار جلوش گرفته میتونه قچاق کوکنار جلوش گرفته میتونه ما گفته میتونیم که حدی اقل 60 فیصد فسنگ... جنگ افغانستان جنگ تریه. درست و 10 درصد باقی مانده سایر گروه های هر سنگ گروه های خورد و ریزی درست هست. من میخواستم به همین نقطه برسیم که شبکه حقانی در افغانستان هر از گاه حمله های انجام نه. میتب داعش فعالیت داره حرکت اسلامی ترکستان شرقی یا ای تی آیم فعالیت داره لشکر طیبه فعالیت داره با اینها چه باید اینها باید سرکوب شد با اینها نباید سل شود؟ سل با, با 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 کسایی که دنبال حاکمیت نباشه هدف مشخص نداشته باشه هدفش فقط حراس افغانی باشه صلح با از معنی نداره شما فکر میکنید چه فرق بارزه بین طالب و شبکه حقانی وجود داره میدونم که معاون طالبان رهبر شبکه حقانی است یا چه فرقی مثلا بین طالب با حرکت اسلامی ترکستان شرقی وجود داره یا هر گروه دیگه خب حرکت اسلامی ترکستان شرقی یک حرکتی است که خب جدیدن در افغانستان فعالیت خود داره یا گروه جندالله یا گروه مرگ اینا اینا هنوز دنبال حاکمیت نیست و طالب ها یک دوره اینجا حکومت کرده و تا یک حد داره ایت فکر میکنه که ما با این ملت ضرورت داریم با این ملت داریم یک حاکم یک حکومت بدون ملت شده نمیتونه بنان فرقی طالب ها با فرق گروه, های تروریستی دیگه اینی هست که اونا دنبال حاکمیت هست گروه های تروریستی دیگه فقط حراس افغانی این حراس افغان است و رعب و وحشت در بین مردم پس شما میگن در هر صورت باید با طالبان صلح شود درست, درست. ولی ما شاهد لغو مذاکرات آمریکا با این گروه هستیم همون گونه که گفتیم آیا با لغو مذاکرات ما دوباره به نقطه اول رسیدیم و فاصله ما تا سال بیشتر شد فاصله ما بیشتر نشده در حد اقل یک آدرسی تا 2011 حتی تا 2013 را یک آدرسی برای صلح وجود نداشت که به نمایندگی از طالبا بیاید صلح بکنه و گپ بزنه و دنبال برنامه های صلح باشه حدی اقل آلی آدرسی در قطر ایجاد شده چند تا مولوی هست و اگر کسی دیگه هم که جنگ میکنه مولا رسول معلوم است خب میشه که با مولا رسول یا دولت افغانستان مستقیم بشینه یا ای که طالبای قطر را قناعت بده که برادر وقتی تو ادعای کلانی داری ای رسول تو جواب شمیتی یا ما جواب شد بنان طالب حدی اقل یک آدرسش ایجاد شده هر از گای وقتی آدرس با وجود موجود باشه ما میتونیم به یک نتیجه برسیم درست شما آز به جرگه صلح در دوره اقای کرزی هم بودین من از کننده که کار میکردین در روزی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم کردین شما تاکید کردین گفتن که یکی از هدفهای ما ایجاد صلح است چگونه این کار خواهید کرد صلح در حقیقت یک پدیده ذهنی هست و و در زمین صلح وقتی باوجود وجود که تو منافی طرف را باید بفهمی و طرف را از طرف یک تعریف داشته باشی. بنابراین ما صلح را تنها ای که ما تسلیم شویم و ای گونه که ای آل جریان داره دولت افغانستان ایج موزی مشخصی در قبال صلح نداره ما در او وقتی که میخوایم وقتی حکومت را گرفتیم و با طالبا مستقیما با حمایتی جامعه جهانی مخصوصا امریکا که در پروسه دخیل است می اول منافع طالبا رو شناسایی بکنیم طالبا دنبال چی است؟ دنبال, دنبال نظام جمهوری اسلامی یا دنبال یک حکومت اسلامی هست خب ما حکومت ما حکومت اسلامی است شناخت شما امروز چی است؟ طالبا با دنبال چی است؟ طالبا هنوزم مستقل نیست هنوزم به بعضی کشورهای هست که طالبان را هدایت مثلا کدام دا. کشورها خب تا اه... یک حد در پاکستان دخالت داره ایرانی هم در بخش بعض دخالت داره و چراغ سبز مسکو باعث شد که طالب ها تا یک... طا یک حد را آل حرف شنوی از مسکو داشته باشه بنان وقتی ما میتونیم با صلح برسیم و با طالبا صلح بکنیم که اینا اراده از خود داشته باشه اراده اگر از خود نداشته باشه ما چطور میتونیم به یک صلح برسیم که ما امکان داره یک چیز امضا بکنیم به توافق برسیم اما امیر پاکستان قبول نکنه مسکو قبول نکنه ایران قبول نکنه بنان ما کوشش میکنیم که طالبا را اول ای تعهد از که با اراده خود بیای صلح اما چگونه چطور باور کنیم که طالب با حکومت ام. که شما رئیسش باشین صلح خواهد کرد در شرایطی که طالب حکومت برآمده از انتخابات با حضور خارجی ها را میگه مورد قبول ما نیست دست نشان دست حالا خارجی ها حضور دارن انتخابات هم برگزار میشه ام. باز همو بحث است طالب حکومت به میان آمده را باز دست نشانده خواهد خواند فکر میکنین طالب چطور حاضر شده با شما مذاکره کنه این حرف طالب منطق نداره امی مردم را که رای میته اینا مردم افغانستان اینا که از امریکا نامده خب اینیمی مردم را نادیده گرفتن به این معنی است که با همین مردم می جنگه طالب یک تعداد جاها را به زور اسلحه و تفنگ اشغال کرده یک تعداد مردم امکان داره طرفدار طالبان باشه اما یک تعداد نیروهای مسلح داره مردم افغانستان با اینمی دولتی که به وجود می با این حکومتی که به وجود می های. مطابق قانون اساسی خب طرفی مقابل طالب مردم افغانستان است و نمیتونه مردم افغانستان نادیده بگیره خب ولی ایره شما میگن طالب را چطور قانع میسازین فکر میکنین وقت شما به قدرت برسین وابستگی طالب ختم میشه طالب حکومت را خواهد پذیرفت همه چیز تبدیل میشه به یک شرایط ایدئال خب او مربوطی طالب میشه که وابستگیش ختم میشه یا نمیشه؟ ولی ما, ما میخوایم بدانیم حکومت فعلی نتوانست که در مذاکرات مستقیم با طالبان را باز بکنه طالب حاضر نشد با حکومت مذاکره بکنه <متحدث> شما چطور میتونین طالب را قانع بسازین که بیای مستقیما با حکومت افغانستان مذاکره بکنه حکومتی که مثلا شما رئیسش باشه <متحدث> <متحدث> خب در از دوران آقای کرزای تا به حال طالب مورال داده شده رفته ما مگر برای طالب مورال ازی بیشتر بتیم با ما هم نمیشینه او امارت اسلامی خود دوا داره و دیدگاهی <متحدث> دیدگاه دولت افغانستان و رئیس جمهورای گذشته و رئیس جمهوری که فعلا هم خلاف قانون هست دیدگاهی از اینا نسبت به طالب روشن نیست درست. پس شما تلاش میکنید موضع طالب زیب ما... شد از مشروعیت طالب کاست ما موضع روشن خودم میگیریم موضع مردم افغانستان میگیریم وقت طالب میتونه که با موزه خود با ما هر چند پرسش های دیگه هم در مورد سال خواهیم داشت ولی اگر پرسشی در این بخش وجود دارد ما میشنویم پرسش هست یا بحث را ادامه خب ظاهرا در بخش د... بفرمایید یک پرسش میگیرید در بخش سال دیگه بله در بخش سال نه ما در بخش دیگه خب خب درست بسیار تشکر آقای حفیظ موانع منطقه‌ای صلح افغانستان چیز به شما موانع منطقی افغانستان زیادتر که کشور همسایه ما پاکستان زیادتر فعلا خب طالب ها را خواستگاه طالب از پاکستان بوده و اولین حکومتی یا اولین دولتی پاکستان بود که حکومت طالب را به رسمیت شناخت رهبرای طالب ها فعلا در داخل پاکستان تعداد از اونا به سر میبره خب چند تا مشکل داره با پاکستان با ما که چون این دخالت های را میکنه اولین مشکلش مسئله خط دیورن است که یک چیزی است که از صد و ده سال بیشتر به این طرف ای دار ادامه داره و ای بعضا شاهان افغانستان سردامداران افغانستان دنبال حل اصولی و اساسی از این نبوده فقط من حیث یک شعار از استفاده کرد <applause> بنان یکی از مشکلاتی هست که هر, هر از گاهی پاکستانیا احساس خطر میکنه و برای پاکستانیا خوشایند نیست مورد دومش آبهایی که ما داریم به پاکستان بدون محاسبه میره سومش ما بازار مصرفی خوبی برای پاکستان بعد از وقت اگر ادامه شد ساز شکر خواهی حفیظ ادامه ویژه برنامه انتخابات 98 امشب پس از وقت به ادامه گفتگوی ویژه امشب با آقای عنایت حفیظ نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان سا خوش آمده آقای حفیظ مشکلات ما با پاکستان را فهرست کردن مسئله دیورند موزل آبها و امثال اینها ولی ما بارها از شما شنیدیم که شما خواهان روابط خوب با پاکستان هستین همین رابطه چطور خوب میشه ما ماهده حسن همجواری داریم با پاکستان که در سال 2003 امضا شد تلاش های آقای کرزه شاهد بودیم تلاش های آقای غنی در سال اولش سال اول حکومت شاهد بودیم اما اینها چیزی به بار نیاورد چگونه رابطه خوب میشه رابطه ما اول که این مشکلاتی را که ما داریم باید حل بکنیم برای دوران ما پیشنهادی دارم که با پاکستان ها میشنیم رفراندوم را در بین امو مردمی که در سرزمین دیورند در زیر خط دیورند زندگی میکنه رفراندوم برگزار میکنیم زیر نظر ملل متحد هر طرف که اونا موافقت کرد با پاکستان اما آیا پاکستان برگزاری رفراندوم را خواهد پذیرفت؟ گرچن ما این را که داشتیم یکی از کسایی در فیسبوکی از پاکستان پیام داده بود موافق بود با ای گپ بین میگفت گپ خوبی هست این یک طرحی هست که برای پاکستان هم ضرر نداره برای ما هم ضرر نداره حق اونو مردمی است که در زیر خط دیورن زندگی میکنه در سرزمین محل منازع ما میخوایم که را ختم بکنیم مسئله دومی که هست آبهای افغانستان های افغانستان تنها در افغانستان نیست که آب از سرزمین افغانستان میره و پاکستان یا به ایران سرازیر میشه در اکثریت کشورهایی که چنین موقعیت داره قوانین و عرف و میساقها و داده که داره ما مطابق از عمل میکنیم و پاکستان هم من حیث یک کشوری که عضوی جامعه جهانی هست و یا ایران مشکل نداره با ما خب ایره حلش میکنیم مسئله دیگه ای که وجود داره ما بازار مصرفی پاکستان در سالهای گذشته قبل از 2001 بودیم اما آیستا آیستا ای جایگاه خود از دست داد. میمانه مسئله هندوستان از دوران حکومتی از دوران سردار داود به این طرف افغانستان با هندوستان بسیار روابطی حسنه و خوب داشته اما بعضا اینمی روابطی حسنه با هندوستان باعث شده که روابط افغانستان و پاکستان خدشدار شود ما باید یک تفکیک قائل شویم که ما آیا روابط بیش از حد ما ما نمیخواهیم با هندوستان دشمنی کنیم اما دوستی با پاکستان نسبت به دوستی با هندوستان برای ما تأثیرش بیشتر است به خاطر یا به ضرر دوستی با پاکستان ماست با هند چگونه با, با هند خب ما دشمنی نمیکنیم با اما نمیخوایم دوستی پاکستان قربانی دوستی هندستان بکنیم و هندستان زمینی جولانگاه از هندستان در داخل افغانستان در مقابل پا پاکستان فراهم بسازیم بنان ما یک مر طولانی ترین مرز با پاکستان داریم هیچ گاهی نمیتونیم پاکستان ما, از کنار پاکستان دور شویم بخاطر خاطر که طبیعت جغرافیا ما را می رقمی در کنار هم قرار داده و دوم دیگه فرهنگ مشترک داریم دینی مشترک داریم خیلی مشترکات با پاکستان داریم بعضا شما دوستی با پاکستان را ترجیح, ترجیح بعضا با با. بعضا حکام افغانستان یا سردمداران افغانستان شاید از بعضی کشورهای بیگانه یا دور یا نزدیک پول های اپراتیفی یا منافع شخصیش باعث میشه که موضعی بسیار نادرست علی پاکستان میگیره پاکستان هم برای ما بسیار مشکلات ایجاد کرده اما ای به هوشیاری و به توانمندی و با دیپلوماسی ما ضرورت داره که ما منافع خود را با منافع پاکستان که همسایی یعنی بزرگترین همسایه ماست چطور ما توافق بتیم و وفق بتیم تا که کشور ما آرام شوه خب بعضا این چیزا درسته. صورت نگیره ولی باز پرسش سر جای خود میماند چقدر میشه به صداقت عمل پاکستان باور کرد امه. در سال اول حکومت وحدت ملی شما شاهد بودین که امه. توجه حکومت وحدت ملی و شخص آقای غنی به پاکستان زیاد بود و بالعکس با هند نه حتی در سال اول حکومت آقای غنی یک بار هم به هند سفر نکرد امه. چه نفع داشت این سیاست این روی کرد که حالا شما بخواین ادامه بتین دنبال بکنین همین روی کرد را خب اگر آقای غنی رابطهش با این سرد بود و با پاکستان میخواست رابطه گرم بگیره دنبال حل ریشهی قضایی افغانستان پاکستان هم نبوده در این حال که با پاکستان رابطه گرم میگرفت در شعارش این بود که آب را با با نفت برابر میکنم و شعارهای بسیار داغ دیگه ای که هیچ کدامش عملی نبود اونا در حقیقت پاکستانی ها را خب متوجه می که آقای غنی با ما راست نمیگه و تنها ایتون نیست که ما مشکل پاکستان باشه یا مشکل افغانستان باشه ما منفعت خود درک بکنیم منفعت خود قربانی نه پاکستان میکنیم نه هین میکنیم نه هیچ کشور دیگه میکنیم بنان ما میتونیم که یک سیاستی خوب را بازه بکنیم که ما پاکستان اگر در یک سال رازی نمیتونیم در پنج سال در ده سال تا این همسایه جدایی نداریم این همسایه ماست آخر باید یک رای را پیدا بکنیم و رایش بهترین رای امی است که بشینیم رو در رو خب آقای غنی با رئیس استخبارات پاکستان نشستایی داشت ما با نمون نفر اصلیش رئیس جمهور است رئیس استخبارات ما میتونه با رئیس استخباراتش یا رئیس شورای امنیتی ما مشاور شورای امنیت ما مقابله بشینه تا مشکلات را پیدا بله بکنیم صف... و به یک نتیجه برسیم بله در سفرش به پاکستان با مقامهای ملکی نظامی و حتی چهره های مذهبی پاکستان هم دیدار کرد باز پرسش صداقت عمل پاکستان هم اینجا باقی میمانه پاکستان چقدر بالای طالبان نفوذ داره خب یک چیز دیگر هم اینجا شما یادآوری کردین که با چهره های مذهبی دیدار کرد امی ضرورتی از این چی است که رئیس جمهور یک مملکت بره با یک ملای پاکستانی ببینه چون گفتم میشه که جنگ افغانستان سبقه دینی داره میخواستن که همین مسئله دور نه اینمی خودش دخالت در امور یک مملکت است اما بیا رئیس جمهور امریکا با یک ملا در افغانستان ببینه رئیس جمهور روسیه بیا با یک طالب افغانستان ببینه رئیس جمهور پاکستان بیاید با, با, استاد سیاف مثلا ببینه این خودش ای از لحاظ دیپلماسی غلط است این رفت با های پاکستانی شده این دخالت در امور یک مملکت است ما باشم اگر بیا یک رئیس جمهور با یک ملا بشینه با یک دانش با یک رهبر حزب سیاسی در داخل مملکت ما بره بشینه ما باز دشمن در صورتی که یک کس نظیر رئیس جمعیت علمای پاکستان جنگ طالبان در افغانستان را جهاد بداند وقتی رئیس جمهور افغانستان با کشور سفر میکنه نباید ببینه به عالم دیگه این کاملا غلط است فکر کو که اینجا خیلی حزبای دیگه در داخل افغانستان هم است که جنگ علی پاکستان هم از اولویت های خود میدانه هر روز شعار ضد پاکستانی سر میده یا یک تعداد احزاب دیگه هست که میانه رو است امیر رئیس جمهور پاکستان بیای با امیر رهبر حزب بشینه من رئیس جمهور باشم با پاکستان دشمن میشم این دخ... یا اگر فامیده ای کار کرده همه کار اشتباه است اگر نفامیده ای کار کرده همه کار اشتباه ای این در دیج روی دنیا یکان کسایی هست که از لحاظ مذهبی یا دینی یا علمی تقدس داره یا یک مقام علمی جهانی است او رو خاطر احترامش میره تو میری با کسی میشینی که او جنگ را علیه کشور ما واجب میدونه و او هم زیر سلطه یک حکومتی است که در امسایگی ما قرار داره تو وقتی با از او میشینی دخالت در امور مملکت است و یا ای تو دیپلماسی رو چه کار میکرد برای که سبقه دینی جنگ دور شود روپوش دینی جنگ جنگ در افغانستان جاری دور شود چه کار دیگی وجود چه راه دیگه وجود داره سازمان کنفرانس اسلامی وجود داره نقش افغانستان در سازمان کنفرانس اسلامی پسیفترین نقش است در تمام سازمان ها است ما می توانستیم از سازمان کنفرانس اسلامی علمای جهان اسلام چندین شوراهایی هایی در جهان اسلام وجود داره می دانیم از, از مجرای قانونی و رسمی و قیزی شما شاید هستین که نشعص های برگزار شد و فتواهای هم صادر شد که سبقه دینی جنگ از سرش برداشته شد در بحث سیاست خارجی هم صحبت بکنیم چون روی کرد با پاکستان مطرح شد فکر میکنین عیب های سیاست خارجی افغانستان چیست؟ خب عیب های سیاست خارجی افغانستان مثل سیاست داخلی افغانستان هست امی کسایی که در صبات سیاسی داخلی نداشتم این در خارج افغانستان هم یک صبات نداره یک روز یک موضع میگره دیگر روز دیگر موضع میگره بنابراین ما میخوایم که در سیاست خارجی خود اول نقش افغانستان در سازمان هایی که افغانستان عضویتی از او داره باید ما نقش فعال داشته باشیم مثلا ما در عضویت ناظر سازمان جنوب آسیا یا سارک را داریم افغانستان بسیار پسیف عمل میکنه عضویت سازمان جهانی علیه مبارزه علیه مبارزه علیه مواد مخدر را داریم که سال یک بار در ویانا جلسه داره افغانستان من حیثی بزرگترین دولت کننده مواد مخدر در دنیا نقشش بسیار پسیف است در سازمان کنفرانس اسلامی که افغانستان 99 فیصد مسلمان است و درست و نقش بلی. ما صفر است ما میدانیم روابط خود از حالت بلی. پسیف به حالت فعال تبدیل بکنیم چی مثلا چه میکنه؟ خب میتونیم انسان های داخل افغانستان سی میلیون انسانی است انسان, هست. انسان های را ما استخدام کنیم و وظیفه بدیم که اونا امین نقش افغانستان رو فعال بسازن و همچنان ما مساق های خوبی داریم توافق نامه های خوبی داریم کسایی باشه که مطابق این مساق این توافق نامه ها عمل بکنه مثلا در سازمان در یونیدیسی کسایی را روان میکنه که باید اونجا سخنران اصلی باشه تر راه اصلی باشه برنامه سازی اصلی باشه به خاطر که افغانستان محور بحث تمام دنیا است در اونجا کسایی میره که نمی فهم که این خب شما در مورد پاکستان حرف زدین و تا حدیم در مورد پند حالا میخوایم بدانیم که جایگاه ایران جایگاه چین و روسیه در سیاست خارجی حکومت شما اگر پیروز شوید در کجا خواهد جایگاه ایران هم ما کوشش میکنیم که با ایرانیا هم زیاد در تچ قرار نگیریم. با خاطری که اینی خطری که از طرف پاکستان احساس میشه، با کمی کمتر از با فیصدی کمتر ایرانیا میتونه در داخل افغانستان مشکل آج. پس شما میگن ایران با گروهای مخالف مسلح دولت افغانستان در ارتباط هست. خب در ارتباط هم هست، ارتباط از نور آدم کار نمیتونه. حمایت هم میکنه حمایت هم میتونه اما با از لحاظ اقتصادی که در وضعیت بعد قرار داره و در انزوای سیاسی در دنیا قرار داره خب به او اندازه نقشش برای زنده نیست سهم اما... همین کشور چقدر از در نامنی ده افغانستان؟ سهم از این کشور در نسبت به پاکستان و نسبت به بعضی کشورهای دیگر شاید ده فیصد باشه خب حالا چه روی کرده در سیاست خارجی اتخاذ میکنین با این کشور؟ با ایران هم که با ایران هم چند تا مشکل داریم مشکلی امی آب هست ایران غمور خمی با پاکستان حل کردیم با ایران هم حل کنیم مشکلی بعدی ما امو رقم بازار مصرفی شان هستیم و مشکلی اینجا مشکلی خط دیورند داریم دا با ایران مشکلی حضوری امریکایی در افغانستان ما در پیمان استراتژیک و در پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا داریم در اونجا واضح و روشن ذکر است و ایرا من مطمئن نستم که امریکایی ها او پیمان را که بسته کرده او را نقص نمیکنه. مثل ما نیست که هیچ چیز را نبخانیم ندقشش باشیم اونا خب با مو اقتدار را که به وجود آورده خیلی چیز را, را رعایت هم میکنه. در اونجا واضح روشن ذکر است که هیچ کشوری منافع هیچ کشوری از داخل افغانستان تهدید شده نمیتونه بنان ایران را ما قناعت داده میتونیم که شما هیچ خطر از خاک افغانستان توسط ایالات متحده امریکا حس نکنین و ایران ما تضمین میکنیم که میکار نمیشه و خوان رابط خوب با ایران است رابطه تا حالا رابطه با ایران زیاد بد نبوده اما بعضا خب ایران هم دخالت های پروپین ها داشته باشه درست و در مورد چین و روسیه چی چین که ما پالیسی چین را میبینم چین در جنگ افغانستان هیچ علاقه ندارد در صلح تلاش های تا حال را انجام داده و پالیسی چین در دنیا پالیسی جنگ نیست بنان خطر را ما از طریق چین که بیای افغانستان ما امن بسازه احساس نمی کنیم بنان رابطه تجاری خود را و رابطه تحصیلی و تعلیمی خود را می خواهیم با چین بیشتر بسازیم درست و روسیه؟ روسیه متاسفانه که در یه تلاش زیاد شده باز هم به با او حدی تا حال را نشده که احساس شده که روسیه دخالتش بیش از حد انکشاف پیدا کرده اما دخالت هایش زیاد شده و امی که طالب ها را رسمیت داد روسا بود امی دعوت کرد و اولین کشور خارجی را که اینا رسما سفر کرد و در برنامه های مهم و اینجا مشکلات از رهبرای افغانستان هم بود رهبرای افغانستان هم سر از پا نشناخت خرد و کلان به استقبال طالب ها رفت یک دفعه که رفت طالبا جره تر شد دفعه دیگه اقتدار از ما را شما آن قدر خوشبین نیستن به سیاست های روسیه در افغانستان به خاطر که مشکلات را در دورانی که روس ها اینجا اقتدار داشته در افغانستان حکومتی به حمایت روس ها اینجا بوده خب میخواه که جبران از آن... او را برخی از سیاسیون در افغانستان وجود دارن که اینا بدبین به سیاست های امریکا هستن مهم. و به گفته منتقدایشان این گروه تا حد متمایل به روسیه هستند آیا فکر میکنین زمان پیش بیاید در حکومت شما اگر پیروز شوین که در سیاست خارجیتان بین روسیه و آمریکا یکی را انتخاب کنه ما قطعا امریکا را انتخاب میکنه درست خب ا... به خاطر دلیل داره بسیار خوب گنگ نمانه روس ها در وضعیتی نیست که افغانستان حمایت بکنه از لحاظ اقتصادی در او وضعیت نیست درست است آقای پوتین از لحاظ نظامی یک اقتدار را به وجود آورده اما شکست تورخت روسیه روسیه را تا یک حد ترمیم کرده اما امروز او کمک های سیلاس های را که دیه سال به افغانستان آمریکا و متحدینش کرد و بعد از این هم توانمندی ادامه کمک ها امریکا داره اما اگر امروز با امریکا خداحافظی بکنیم روسیه حتی نمیتونه مصارف یک ساله افغانستان برداخت بکنه ما هنوز سر پای خود استاد نشدیم بنابراین ما نمیخوایم هر روز یک کشور امتحان بکنیم درست دوستی خود که فعلا ایجاد شده پیمان درست و اگر زمان انتخاب بین هند و پاکستان مسلما شما پاکستان را انتخاب میکنید و اگر بین ایران و عربستان قرار باشه انتخاب کنن در رابطه با درجه گرمی و سردی رابط کدام کشور انتخاب ما با با عربستان امیر ارتباطات خود داریم مرکز جهان اسلام است قبی مسلمان است قبله مسلمان هست است ما ناگزیر هستیم که با عربستان یک ارتباط خوب داشته باشیم و با ایران هم من حیث یک همسایه ارتباط داشته باشیم جدا از منافع از مسائل مذهبی و مسائل چیزای سیاست هایی که اونا داره ما هیچگاهی نمیخوایم که افغانستان در سیاستی که ایران و عربستان در در جهان بازی میکنه مخصوصا در جهان درست. اسلام دخیل از سیاست شاید که نابود درست آقای حفیظ در بس موانع من خیس افغانستان اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان نکرده موقعیت جغرافیایی افغانستان فعلا برش تهدید هست یا فرصت موقعیت جغرافیایی افغانستان هم یک تهدید است و هم یک فرصت است که ما فرصت به است که ما اما می که یک چار یا یک معبری بر خیلی کشورها شویم و خیلی کشورها علاقه داره که افغانستان امن باشه و مثلا لولی تاپی و تو تاپ و اینا کشورهایی که از این است علاقمندی به این داره که افغانستان آرام باشه و یک چالش هم هست که امروز تجارت بحری شده و افغانستان به بحر را نداره و با بحر هم دو کشوری را داره که زیاد میان افغانستان باز خوب نیست یک چالش است ما درست او افغانستان باید تلاش کنه که پیوند باشه بین آسیای مرکزی و جنوب آسیا همون گونه که شما با پروژه نظیر تاپی اشاره کردین این تلاش ادامه بده این تلاش باید ادامه بده به افغانستان آیا تلاش ها در این مسیر تا فعلا واقعی بوده تلاش ها تا... تا, یک حد شعاری بوده مثلا ون بیلد ون رود پالیسی استراتژی جهانی چین است که منفعت از افغانستان بسیار می رسید افغانستان را فراموش کرده بالکل ما اگر ازی با استراتژی و, و انبل رود چین حمایت بکنیم ما را به جاده های جهانی وصل میکنه و طبیعی است که کشورهایی که زینف است از زی این جاده ها برای سول افغانستان اونا تلاش میکنه بخاطر که همه از کشورها نفت میبره وقتی جاده ها از کنار افغانستان ترمش افغانستان با یک جزیره تبدیل درست. پس تلاش شما برای بازی کردن نقش هم تکمیلی منطقه‌ای بیشتر از حکومت وحدت ملی خواد بود بلد. اگر پیروز شوین فرصت داریم برای چند پرسش و بعد از او بحث های دیگر هم ادامه خواهیم داد بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم من محیب علی راسخ هستم دانشجو جناب محترم استاد عنایت الله حفیظ از طرح به وجود آمدن امنیت در افغانستان گفتید که وارد منشور نجات افغانستان هست ما می بدانیم چنانچه که هر روز و در هر نکته افغانستان هر لحظه احتمال خطر جنگ حملات طالبان بالای شهروندان افغانستان و مهمتر از آن حملات انتحاری هر لحظه ممکن است در هر نکته نکته افغانستان درست. ما شاهدم که در طول دوره عمر حکومت وحدت ملی در حالی ببین. که میخوایم مشخص بکنم در دوره حکومت وحدت ملی در هیچ ما شاهد هستیم که نشد که کم میشد نشد که از بین میرفت و در این حال بلکه زیاد هم شد خوب. شما چه عیب میبینید در برنامه امنیتی, حکومتی حکومت وحدت ملی و چه طرح دارین برای عبور از این بحران بسیار تشکر شما هرچند بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا مصطفی نگزاد هستم روزنامه‌نگار جناب آقای حفیظ میشه که نزدیک نزدیک‌تر بگیرید شما درباره برق تیتاب گفتید آقای حفیظ شما میدانید که پروژه برق تیتاب 500 کیلوولت ترکمنستان در 11 سوری 1395 توسط کابینه حکومت وحدت ملی از مسیر اصلی آن با میدان وردنگ به سالنگ منحرف شد با وجود اعتراض گسترده میلیونی جنبش روشنایی در داخل و خارج از افغانستان آه. مسیر اصلی آن برنگشت. نگشت پرسش اینجاست که چی کسانی و چی اهدافی در ح... در انحراف مسیر پروژه ملی نقش داشته و شما اگر در انتخابات پیروز شوید پلانتان در مورد این پروژه چیست اگر این پروژه از مسیر اصلی آن امتداد میافت چی کسانی ضرر میکند بسیار تشکر و این ضرر شما گرفته و این ضرر و این ضرر چیست آیا به عبارت دیگر منافع چی کسانی در خطر است بسیار تشکر, تشکر. تشکر. به نام خدا علی سعادت هستم جناب استاد حفیظ در مورد بحث ناامنی در افغانستان میخواستم که بیشتر از شما بشنوم بزرگترین چالش که فراروی افغانستان است و افغانستان به طرف بحران کشانده بحث ناامنی و سقوط ولسوالی ها است ما هر روز صبح که میخوایم یا اخبار یا روزنامه ها را رو مطالعه میکنیم متاسفانه یک یا دو یا سه ولسوالی را ما از دست میتیم در حالی که 350 هزار نیروی امنیتی داریم و طرف مقابل هم گروه های توریستی بیش از 10 هزار الا 20 هزار نیست چی دلیل وجود داره و چرا ما با این همه نیروی امنیتی که داریم و حامی بزرگ مثل ایالات متحده ای امریکا داریم و نیروهای اردو و ارتش ما هم تعلیم میبینن چرا ما هر روز ناکام میشیم و قرار اطلاعی که ما از طریق رسانه ها داریم بیش از 45 هزار تنها نیروی شکر. امنیتی ما در طول 5 سال گذشته هست داریم تیم خادمین ملت برای ریاست شما چی میکانیزم چه طرح داره که نیروهای امنیتی ما شجاعتر بهتر و افغانستان امتر داشته باشه تشکر خیلی سپاس پرسش دیگه هم هست بفرمایید بنا من خدا مصطفى میهن هستم سوال ما برمیگرده به اقتصاد استاد شما در جریان صحبت خود در بخش اول گفتین که اکثریت ماسر ها و لسانس های ما در دریا های یونان و استرالیا غرق میشن خب طبیعتا بر ما آشکار هستند که اکثریت مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی میکنه و دقیقا شما چی طرف پلان برای زمین اقتصاد مردم افغانستان دارند و برای زمین خانواده های مردم افغانستان دارند که دوباره می لیسانس ها و مزاره های ما بخاطر کار در, در دریاهای های یونان و سلاله غرق نشد بسیار تشکر در بخش سوم روی مسائل اقتصادی و خواهی حفیظ صحبت خواهیم کرد فقط یک پرسش دیگه شما فهمونده به نام خدا تقیه علی جناب استاد شما در برای طرح امنیتی دو گفتین و یکی از در جای گفتین یک از دلایل دی... کاندیداتوری شما مشکلات امنیتی هست استاد حفیظ از نظر شما حکومت افغانستان بر چند فیصد خاک افغانستان تسلط دارد و در جای دیگر هم شما اشاره کردیم که اعتماد بین نیروهای امنیتی و حکومت نیست دلیلی به اعتمادی و نبود اراده بین نیروهای امنیتی در چیست تشکر شکر اگر خیلی کوتاه آقای حفیظ با پاسخواه بردونه دو سوال میتونیم که جناب آقای راسخه و آقای علیزاده و آقای سعادت سوال مشابه راجع به امنیت داشت راجع به امنیت اول امی است که ما در دو عرصه زیادتر تلاش خودم میکنیم که اول پیمان امنیتی که با امریکا بستیم با یک قدرت یک پیمان داریم از این پیمان استفاده به جهت جهتی تکمیل تجهیز آموزش و دفاع سرحدات افغانستان و من حیث یک نیروی قوی که از لحاظ سیاسی این خودش یک برد است که ما با یک قدرت پیمان داریم از این استفاده درست بکنیم مطابق خود پیمان دوم چیزی که امنیت را از بین مرده به اعتمادی هست و فسادی فساد حسن. اگر, اگر موافق باشین بعد از وقفه ادامه بتین به پاسخهای شما ادامه برنامه پس از وقفه سلام و برنامه امشب خوش آمدید در این برنامه مهمانی دارم که زمان لباس نارنجی می پوشد و با آن پیکارهای انتخاباتیش را آغاز می کند و زمان هم لباس معتادین پوشیده و هشت شبانه روز در زیر پل سوخته با معتادین در مورد دلایل اعتیادشان گپ می زند. او ادبیات انگلیسی را در افغانستان و قانونگذاری پالیسی سازی و تدوین استراتژی را در مصر خوانده و میگوید مدیریت انکشاف دهات را هم در ژاپن و مدیریت و رهبری را نیز در پولند فرا گرفته این چهره در سمت های متفاوت در دولت افغانستان کار،, کار کرده و مدت هم در سفارت آمریکا. او حالا نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است همانه که میگوید آمده تا لبخند دوباره به لبان مردمان افغانستان برگرداند آقای عنایت حفیز حفیظ آقای حفیظ به برنامه بسیار خوش آمدین تشکر شما هفت ماه و 24 روز پیش گفتن که 97 فیصد مردم افغانستان با شماست منظورتان چی است بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیونی و زین طلو و طلو نیوز 97 فیصد از که با ما هست ما در جمع 97 فیصد مردم افغانستان قرار داریم ما برخواسته از بین مردم محروم و قشن مظلوم افغانستان هستیم آنهایی که همیشه دردها و رنجها را در افغانستان متحمل شده و در زیر خط فقر زندگی میکنند ولی ولی دو تا مسئله متفاوت است شما در جمعی 97 فیصد هستین یا که بگیم 97 فیصد با ماست این دو مسئله متفاوت خب این ما اگر پیام خود رسانده بتانیم و طرح و استراتژی خود برای 97 فیصد مردم افغانستان رسانده بتانیم اینا هم با ما هست و ما با از اینا هستیم وقتی ما با از اینا بودیم اینا هم با ما هست درست ولی شما در همون مصاحبه میگین که نگران نیستم که پول ندارم مطرح نیستم رهبرا در کنار من هستن اما مردم با ما هستن سوالی که مطرح میشه است که واقعا چند فیصد مردم شما رو میشناسن خب تا یک حد را که در جایی که رسانه های مثل تلویزیونی و زین شما امشب برنامه های ما را میبینه اونا میشناسه و در جاهایی هم که تلویزیون در اکثریت جاهای افغانستان که نداشته ما ده روز گذشته در قریجات توردست افغانستان سفرت کردیم بنان تا جایی را که ما را میشناسه و از برنامه های ما خبر خواهد داشت و اونا میدوارستم که اعتماد از اونا جلب بتن درست از برنامه ها بیاد کرده نخواه حفیظ چرا مردم به شما رای بتن؟ بخاطر که ما دردهای مردم افغانستان شناسایی کردیم در طول 12 سال ما تحقیق کردیم از 2008 به این طرف تحقیق کردیم مشکلات چالش های مردم افغانستان دریافت کردیم و برای هر مشکل و چالش افغانستان یک راهکار را ما ترتیب کردیم و تا حد نهایی را تلاش کردیم تا یک راهکار عملی و یک را که ما بتانیم در پنج سال آینده افغانستان اونا را امی چالش را برطرف کنیم و یک تعداد چالش ها امکان داره در پنج سال مرفوع نشوه اونو او چالش ها را ما حد اقل رای حلش پیدا میکنیم که در پنج سال قسمتی از او چالش ها را حل کنیم و قسمتی دیگه ایش بر پنج سال آینده درست ولی در 26 جدی 97 شما گفتین که منشور نجات افغانستان آماده کردین سه سال بالایش کار کردین حالا رقم بالاتر از 11 نه. سال ما ما سه سال صرف بخاطر از صرف به خاطر ترتیبی ازی ما تحقیقات خود از 2008 به طرف شروع کرده بودیم درست. شناسایی چالش ها از اون طرف سه سال ایره بعد به یک منشور یا به یک استراتژی تبدیل کردیم بسیار خوب حالا میایم روی همو آسیب شناسی و شناخت چالش ها ماجرای 61 چالش ام. چطور؟ 161. البته شما در مصاحبه تان اشتماعی... میگن و یک چالش و منشور نجات افغانستان یک یک ماده داره همین خوب شد واضح ساختن چون خودش ما میگین شست و یک چالش ماجرای سد و 161 شست و یک چالش, چالش چی است؟ ما اول که امی به فکر رفتیدیم وقتی از دو هزار و هشت به این طرف افغانستان به طرف یک بحران جدید در حرکت بود که امروز ما او بحران شاهدش هستیم از او روز فکر مفتید که چرا افغانستان همیشه یک مدت را را سپری کرده باز به یک بحران کلان و جدی مواجه شده و جنگ های داخلی، جنگ های خانه جنگ های تنظیمی و حتی جنگ های فرقی و قومی در افغانستان با وجود آمده چرا دلیلش چی است؟ ما دنبال ازی شدیم که همین مرض را پیدا بکنیم بنان چالش های متعدد را پیدا کردیم یک تعدادش باعث ازی شده که جنگ ها ادامه پیدا بکنه و یک تعداد این باعث شده که مردم ما در فقر فرهنگی و اقتصادی زندگی کنه و یک تعدادش هم باعث شده که یک تعداد از مردم افغانستان عجیری بیگانه ها شود. درست از میان همه این ها نه یک شش چالش عمده افغانستان رو بگیم چالش عمده افغانستان فعلا نامنی است درست دوم مواد مخدر است بله سوم بیکاری هست درست چهارمش عدم استفاده درست از امکانات طبیعی است درست پنجمش افرادگرایی است ام. و دیگه هم چیزی را که ما در اونجا چی کردیم امکان داره از از چالش مهم درش میخوایم به خود بیارم که چالش دیگه شم امی است که مردم افغانستان بعضا غیرت را با جهالت اشتباه گرفته مخصوصا سیاسی نه مردم افغانستان درست درست بارها صحبت کردین از این منشور منشور نجات افغانستان بله خدمت بسیار خب من میخواستم بپرسم که امی منشور 161 ماده داره کجاست حالا آوردنش بله چرا تکثیر نشده؟ من امروز جستجو میکردم که دقل نسخه نرم این منشور را در اینترنت پیدا بکنم ولی نتانستم پیدا بکنم چرا تکثیر نکردم؟ ما میخواستیم رو چاپ بکنیم و ما متاسفانه که مصرف چاپش پیدا نتانستیم ولی اینترنت که به هزینه است و در اینترنت هم انشاءالله به زودی سبا یا پس فردا شما میتانید ببینید بسا خوب یک نرم افزار را یک از موسا کرده ما میخواستیم در اولین بار در دا داخل از اون نرم که در دسترس مردم آسانتر برسه و قابل ایدیت نباشه که بعضی کسایی را تغییر نده و یا کپی پی دی ای در خدمت مردم خواهد قرار بسیار خوب روی آن که شما فهرست کردین با عنوان چالش ها مفصل صحبت خواهیم کرد ولی در بحث امنیت و صلح <تصفيق> <تصفيق> شما عضو لوی جرگه پیمان امنیتی با آمریکا هم بودن مسئول کمیته <applause> حجره سخنرانی هم کردن در جلسه عمومی لوی جرگه امزای پیمان امنیتی با آمریکا آیا یک تصمیم درست بود؟ بله به چه دلیل؟ دلیل یه است که ما امروز امریکا یکی از برخدرت دنیا هست و شاید اولین قدرت دنیا هست دوم امریکا در اینجا به خاطر از این آمده که با ما بجنگه و به خاطر از یک هدف بزرگ آمده مبارزه علیه تروریسم و ما مردم افغانستان و کشور افغانستان قربانی تروریسم هستیم پس شریکی بهتر و خوبتر از امریکا در دنیا ما نمیتونیم جهت مبارزه علیه تروریسم پیدا کرد درست ولی امضای پیمان امنیتی با آمریکا از دید شما برای افغانستان چه آورد از سال 1393 تا حال این برمیگرده به دولت مردای افغانستان پیمان امنیتی که موادش مکمل ذهنیم نیست اما کلیاتش در ذهنیم هست پیمان امنیتی که افغانستان با آمریکا بسته کرده یک پیمان مناسب و خوب است اما امروز ما به قد گفته میتونیم که وزیر داخلی افغانستان شاید نفهمه که پیمان امنیتی موادش چی هست کسایی که در شورای امنیت افغانستان کار میکنه و کسایی که در وزارت دفاع در بخشایی که تطبیق کننده از پیمان است نفهمه که پیمان کجا هست چی هست درست پس شما میگن هیچ عیب در پیمان وجود نداشته شما در جای میگن که پیمان امنیتی و استراتیجی که جاپان با آمریکا را هم شما طالع کردن رشته شما استراتژی سازی هست در مصر تحصیل کردن اگر از شما بپرسیم که همی پیمان چه داشت و چه نداشت پیمان چیزی را که بسیار مهم بود اونجا خب پایگاه های نظامی آمریکا در داخل افغانستان در هشت موقعیتی که در داخل افغانستان اومد نظر گرفته شده بود او در جاهایی که زیاد این مردم را متضرر نسازه و برای مبارزه علیه تروریزم مفید باشه در اونجا حتی در پیمان گنجانده شده که اگر پایگاه امریکایی بالای یک معدن باشه اجازه داده نشود و منابع طبیعی را اگر متضرر ساخته شود بسازه اونجا اجازه داده نشود بنان حتی به این اندازه ظرافت ها او در جا با جایی پایگاه ها مد نظر گرفته شده و حتی وقتی این پیمان امضا می شد مردم بامیان و مردم مناطق مرکزی یک 186 نفر امضا کردند که یکی از پایگاه های نظامی امریکا در بامیان تاسیس شود اونا با این خود ششته بود اکثریتش استادای دانشگاه دانشمندا علما آدمای روشن فکری بودن که اونا فوایدی از این پایگاه را شناسایی کرده بود که یک پشن... چنین پیشنهادی داده بود که او صرف امریکا یا قبول نشد و او در مواد اصلی پیمان نامد من حیث یک زمینه مطرح شد بنان ای پیمان کدام ضرری خاصی بر مردم افغانستان نداره بخاطر ما نیاز داریم با پیمان درست پس شما یک بار دیگر تاکید میکنین بله. که خود پیمان عیب نداشت خب یه چیزی به عیب در دنیا پیدا نمیشه چیزی که بشر ساخته باشه قطعا عیب داره اما به نفع مردم افغانستان است درست در مورد گفتگاه صلح امریکا با طالبان که لغو شد ترامپ منسوخ شده اعلام کردین گفتگو ها آره. آیا با باور شما باید اثر گرفته شود ما چندین بار شاید از طریق تلویزیون شما در مصاحبه خود گفته باشم اما چند، چندین بار رو تاکید کردیم که این دولت افغانستان دولت کنونی که خلاف قانون اساسی خلاف اراده ای مردم به وجود آمده و وقت و هم گذشته چی مطابق قانون اساسی که نبوده باز هم اون پنج سالش گذشته ما و این دولت نمیتونه پیمان صلح و پیمان جنگ بسته بکنه یا امضا بکنه بنان دولت دیگی ای که با حکومت دیگی ای که به وجود می آید رئیس جمهور منتخبی که با از به با اساس اراده مردم با مطابق قانون اساسی او انتخاب میشه و دولت تشکیل میشه و حکومت تشکیل میشه بنان اونا من حیث نماینده واقعی مردم افغانستان میتونه که مذاکرات صلح پیش ببره و تا این حد را که آقای خلیلزاد و از طرف ایالات متحده امریکا تا یک حد را که رسانده میتونه بعد از او ادامه از کار باشه یا مذاکرات را بسر ولی پرسش همی است که آیا گفتگوهای امریکا با طالبان به همون شیوهی که جریان داشت ما را به صلح میرساند؟ خب به خاطر از اینکه ما در جریان از این مذاکرات نبودیم بنابراین ما دو سه بارم در تلویزیون ها و از در صفحه فیسبوک خودم خواستار از این شدیم که ما من یک شهروند افغانستان و من یک کاندید ریاست جمهوری باید از جریان مذاکرات و از پیشرفت مذاکرات با خبر باشیم و چندین بارم میخواستیم با آقای خلیلزاد دیدار داشته باشیم که جریان با خبر آقای خلیلزاد خب اکثرا نبود دیگان شبه که میامد فرداش پس میرفت و ما وقتی میتونیم قضاوتی درست راجع به گفتگوه های سلح و پیشرفت سلح بکنیم که جریان را بفهمیم پس ما فعلا دو قسمت در تاریکی بلی همون قدر که میدانستین مسیر که پیموده میشد از امریکا آیا همون مسیری بود که منتهی میشد به سلح یا نه؟ البته خب چالش های خود داشت مثلا طالب هایی که در قطر بود ما ایرم واضح روشن بیان کردیم قبل از و عالم میگم که طالب در قطر بود حاکمیتی بالای طالب های افغانستان نداشت مثلا ملا رسول یک شاخه ای از طالب هاست <تصفح> همچنان ملا نقیب یک شاخه ای از طالب ها هست گروپ های تروریستی دیگه مثل حقانی و جندالله <تصفح> و چند گروپ های دیگه هست مردم افغانستان دنبال از این است که یک چند تا ملا بیاید در بدن حکومت افغانستان یا صلح صورت بگیرد مردم تشنه قطع جنگ است صلح به معنی واقعی او است اگر اونها بیاید آیا امی دولت افغانستان این می افتاد اشتاد هزار نفر توریستی که در تمام جای هست و طالب هایی که وجود داره ظرفیت جذب از اینا داره اینا اردو شده نمیتونه دهقان شده نمیتونه، نجار شده نمیتونه، هیچ چیزی شده نمیتونه. پس حتی فعلا حکومت فعلی ظرفیت جذب ماستر و دکتر نداره. ماستر و دکتر میره در دریاهای یونان و در, در, در دریاهای استرالیا غرق میشه. در در بازارها و جنگل‌های اروپا سرگردان میگرده. آیا او طالب‌های جنگجوره میتونه جذب بکنه؟ ما قبل از اینکه دنبال یک صلح واقعی میریم ما زمینه جذب می 80 هزار نیرو یا 70 هزار نیرو یا 50 تا 10 نیرو زمینه جذب از رو فراهم بکنیم آوردن از اینا اگر اینا در داخل اردو شود خب نتیجه اش چی است اونها اکثریت از اینا یا در داخل کشور یا در خارج از افغانستان خب پس چی میخواین بگید شدن بله همین که صلح با طالبان ما را به صلح واقعی نمیرسونه بله. زورتانه بله. می است بله پس اینا رو که وقتی توانمندی جذب زیر نداشتی اینا میره به داعش میپیونده اینا میره با حقانی میپیونده طالب ها در این حال که نسبت به داعش و حقانی نارزم. و گروپ های توریستی دیگه اینا میانه روتر است و یکی از دلایل میانه روی از اینا ای است که طالب ها دنبال حاکمیت است هر کسی که در یک سرزمین دنبال حاکمیت باشه او ظلمش کمتر است درست. اما داعش دا دنبال حاکمیت بله. نیست آقای حفیظ به حاسب شناسی که شما دارین <تصفح> طالبان و باور شما چند درصد در ناامنی افغانستان سهم دارن؟ درصدی از اگر ما بسنجیم شاید سی درصد با باقی مانده چی گونه؟ باقی مانده ناامنی افغانستان جنگ های افغانستان جنگ های مافیایی مخصوصا جنگ تریاک است درست؟ جنگ مواد مخدر است مافیای مواد مخدر در رأس جنگ قرار داره اینا به خاطری ای که بزنس مواد مخدر همیشه در سایه جنگ جریان داره اینا رونق بزنس مواد مخدر در سایه جنگ است جنگ نباشه بزنس مواد مخدر نیست کوکنار کش نمیشه دولت مقتدر با دولت مختدر باشه زرعی کوکنار جلوش گرفته میدونه کوکنار جلوش گرفته میدونه ما گفته میتونیم که حداقل 60 فیصد جنگ افغانستان جنگ تریاک است درست و 10 درصد باقی مانده سایر گروه های این گروه های درست من میخواستم به همین نقطه برسیم که شبکه حقانی در افغانستان هر از گاه حمله های انجام میتر داعش فعالیت داره حرکت اسلامی ترکستان شرقی یا ای تی آیم فعالیت داره لشکر طیبه فعالیت داره با اینها چه باید شود اینها باید سرکوب با نباید شود صلح با 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 کسایی که دنبال حاکمیت نباشه هدف مشخص نداشته باشه هدفش فقط هراس افغانی باشه صلح با از اون معنی نداره شما فکر میکنین چه فرق بارزه بین طالب و شبکه حقانی وجود داره میدانم که معاون طالبان رهبر شبکه حقانی است یا چه فرقی مثلا بین طالب با حرکت اسلامی ترکستان شرقی وجود داره یا هر گروه دیگه خب حرکت اسلامی ترکستان شرقی یک حرکتی است که خب جدیدن در افغانستان فعالیت خود داره یا گروه جندله یا گروه مرگ اینا اینا هنوز دنبال حاکمیت نیست و طالب ها یک دوره اینجا حکومت کرده و تا یک حد داره اتفکر فکر میکنه که ما با امی ملت ذرت داریم با ملت داریم یک حاکم یک حکومت بدون ملت شده نمیتونه بنان فرقی طالبا با فرق گروه, های تروریستی دیگه اینی هست که اونا دنبال حاکمیت هست گروه های تروریستی دیگه فقط حراس افغانی این هراس افغان است و رعب و وحشت در بین مردم پس شما میگن در هر صورت باید با طالبان سال شود درست؟ من. ولی ما شاهد لغو مذاکرات امریکا با این گروه هستیم همون گونه که گفتیم آیا با لغو این مذاکرات ما دوباره به نقطه اول رسیدیم و فاصله ما تا صلح بیشتر شد فاصله ما بیشتر نشده در حد اقل یک آدرسی تا 2011 حتی تا 2013 را یک آدرسی برای صلح وجود نداشت که به نمایندگی از طالبا بیاید صلح بکنه و گپ بزنه و دنبال برنامه های صلح باشه حد اقل آلی اگر در قطر ایجاد شده چند تا مولوی هست و اگر کسی دیگه هم که جنگ میکنه مولا رسول معلوم است خب میشه که با مولا رسول یا دولت افغانستان مستقیم بشینه یا ای که طالبای قطر را قناعت بیتا که برادر وقتی تو ادعای کلانداری ای رسول تو جواب شمیتی یا ما جواب شد بنان طالب حدی اقل یک آدرسش ایجاد شده هر از گاهی وقتی آدرس موجود موجود باشه با ما میتونیم به یک نتیجه برسیم درست شما از به جرگه صلح در دوره آقای کرزی هم بودین من از هم کننده که کار میکردین در روزی که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم کردین شما تاکید کردین گفتن که یکی از هدفهای ای ما ایجاد صلح است چگونه این کار خواهید کرد صلح در حقیقت یک پدیده ذهنی هست و و در ضمن صلح وقتی به وجود میاد که تو منافع طرف را باید بفهمی و طرف را از طرف یک تعریف داشته باشی. بنان ما صلح را تنها ای که ما تسلیم شویم و ای گونه که ای آل جریان داره دولت افغانستان هیچ موضعی مشخصی در قبال صلح نداره ما او وقتی که میخوایم وقتی حکومت را و گرفتیم و با طالبا مستقیما با حمایتی جامعه جهانی مخصوصا امریکا که در پروسه دخیل است میخوایم اول منافع طالبا را شناسایی بکنیم طالبا دنبال چی است؟ دنبال نظام جمهوری اسلامی یا دنبال یک حکومت اسلامی هست خب ما حکومت ما حکومت اسلامی است شناخت شما امروز چی است؟ طالبا با دنبال چی هست؟ طالبا هنوزم مستقل نیست. هنوزم بر بعضی کشورهای هست که طالبا را هدایت مثلا کدام هدا. کشورها؟ خب تا یک حد در پاکستان دخالت داره. ایرانی هم در بخش بعض دخالت داره و چراغ سبزی مسکو هم باعث شد که طالب تا یک حد را آل حرف شنوی از مسکو هم داشته باشه بنان وقتی ما میتونیم به صلح برسیم و با طالبا صلح بکنیم که اینا اراده از خود داشته باشه اراده اگر از خود نداشته باشه ما چطور میتونیم به یک صلح برسیم که ما امکان داره یک چیز امضا بکنیم به توافق برسیم اما امیر پاکستان قبول نکنه مسکو قبول نکنه ایران قبول نکنه بنان ما کوشش میکنیم که طالبان را اولا ای تعهد از پیشان بگیریم که با اراده خود بیایی صلح اما چگونه چطور باور کنیم که طالب با حکومت ام. که شما رئیسش باشین صلح خواهد کرد در شرایط که طالب حکومت برآمده از انتخابات با حضور خارجی ها را میگه مورد قبول ما نیست دست ام. نشانده است ام. حالا خارجی ها حضور دارن انتخابات هم برگزار میشه ام. باز همو بحث است طالب حکومت به میان آمده را باز دست نشانده خواهد خواند فکر میکنین طالب چطور حاضر شده با شما مذاکره کنه این حرف طالب با منطق نداره همین مردم را که رای میته اینا که مردم افغانستان است اینا که از امریکا نامده خب اینیمی مردم را نادیده نادی گرفتن به این معنی است که با همین مردم می جنگه طالب یک تعداد جاها را به زور اسلحه و تفنگ اشغال کرده یک تعداد مردم امکان داره طرفدار طالبا باشه اما یک تعداد نیروهای مسلح داره مردم افغانستان با اینمی دولتی که به وجود می با این حکومتی که وجود مطابق قانون اساسی خب طرفی مقابل طالب مردم افغانستان است و نمیتونه مردم افغانستان نادیده بگیره خب ده. ولی ایره شما میگن طالب را چطور قانع میسازین فکر میکنین وقت شما به قدرت برسین وابستگی طالب ختم میشه طالب حکومت را خواهد پذیرفت همه چیز تبدیل میشه به یک شرایط ایدئال خب او مربوط طالب میشه کی وابستگیش ختم میشه یا ولی ما, ما میخوایم بدانیم حکومت فعلی نتوانست که در مذاکرات مستقیم با طالبان را باز بکنه طالب حاضر نشد با حکومت مذاکره بکنه <applause> شما چطور میتونین طالب را قانع بسازین که بیای مستقیما با حکومت افغانستان مذاکره بکنه حکومتی که مثلا شما رئیسش باشه خب در از دوران آقای کرزای تا به طالب مورال داده شده رفته ما مگر برای طالب مورال ازی بیشتر بتیم با ما هم نمیشینه او امارت اسلامی خود دوا داره و دیدگاهی <متاز> دیدگاه دولت افغانستان و رئیس جمهورای گذشته و رئیس جمهوری که فعلا هم خلاف قانون هست دیدگاه از اینا نسبت به طالب روشن نیست درست. پس شما تلاش میکنید موضع طالب زیب ما... از مشروعیت طالب کاست ما موضع روشن خودم میگیریم موضع مردم افغانستان میگیریم وقت طالب میتونه که با موزه خود با ما هر هرچند پرسش های دیگه هم در مورد سال خواهیم داشت ولی اگر پرسشی در این بخش وجود داره ما میشنویم پرسش هست یا بحث را ادامه خب ظاهرا در بخش د... بفرمایید یک پرسش می در نه بخش سال دیگه بله در بخش سال خب خب درست بسیار تشکر آقای حفیظ موانع منطقه‌ای صلح افغانستان چیز به شما موانع منطقی افغانستان زیادتر که کشور همسایه ما پاکستان زیادتر فعلا خب طالب ها را خواستگاه طالب از پاکستان بوده و اولین حکومتی یا اولین دولتی پاکستان بود که حکومت طالب را به رسمیت شناخت رهبرهای طالب ها فیلن در داخل پاکستان اکتیداد از اونا به سر میبره خب چند تا مشکل داره با پاکستان با ما که چونین دخالت های را میکنه اولین مشکلش مسئله خط دوران است که یک چیزی است که از صد و ده سال بیشتر به این طرف ای ادامه داره و ای بعضا شاهان افغانستان سردامداران افغانستان دنبال حل اصولی و اساسی از اینا بوده فقط من حیث یک شعار از این استفاده کرد بنان یکی از مشکلاتی هست که هر از گاهی پاکستانیا احساس خطر میکنه و برای پاکستانیا خوشایند نیست مورد دومش آبهایی که ما داریم به پاکستان بدون محاسبه میره سومش ما بازار مصرفی خوبی برای پاکستان بعد از وقت اگر ادامه شد بشنیم شکر قای حفیظ ادامه ویژه برنامه انتخابات 98 امشب پس از وقت